صفحه 582 سوره نبأ. دانش آموزا از امتحان فراری هم و هممون به هر حال یک دوره مدرسه رو تجربه کردیم دیگه. هر بار به فکر میافتیم کتاب دفترمون رو وا بکنیم، بالاخره واسه امتحان ها بخونیم، میگیم آقا الان هنوز زوده، حالا واسیم، حالا ببینیم چی میشه. سوره نبأ در مورد روز قیامته، یعنی خداوند داره میفرماد اینجا که آقا عم یتساءلون، از چه چیزی دارن سوال میکنن؟ عن النبأ العظیم، روزی که یه چیزی که حالا خبر بسیار مهمیه، همه هم درباره اون اختلاف دارن. الذی هم فیه مختلفون. مختلفون یعنی چی؟ خب الان هستن، الان بحث ادیان و مذاهب که مطرح میشه، بعضی ها اعتقاد دارن روز قیامتی در کار نیست، آدم ها میمیرن بعد مردن روحشون در قالب یه جسم دیگه برمیگرده توی همین دنیا و بهش میگن تناسخ. انواع و اقسام مسائل در مورد زندگی بعد مرگ هست، آیا معاد وجود داره، آیا روز قیامت وجود داره. کلن همین مختلف بودن نظرها و اقوال در مورد روز قیامت نشون میده که آقا بشر استرس داره، استراب داره درباره بحث حسابرسی روز قیامت. و تو همه امور ما حسابرسی داریم. فردا که روز 15 خرداده، شاید حالا تاریخ رو اونطوری که باید و شاید به گوش شما نرسوندن. دهه 40، منم که خب متولد سال 65م، ما هم خب تاریخ رو خوندیم، ولی تاریخ رو به معنای اینکه تاریخ رو خونده باشیم خوندیم، نه اینکه صرفا مثلا کتاب تاریخ مدرسه رو خونده باشیم امتحان واسه نمره و امتحان. واقعا نشستیم هم روزنامه های اون زمان رو، هم با آدم های اون زمان مطالعه کردیم، حرف زدیم، تاریخ شفاهی جمع کردیم. سال همون دهه 40 شاه یه کاری کرده بود، محمد رضا پهلوی، و اون هم این بود که اصلاحات ارضی رو اجرا کرده بود که این زمین های کشاورزی که دهقان ها روش کار میکردن متعلق به ارباب ها بود، اینو از ارباب ها گرفت و به خود دهقان ها داد و سند زد و مسائلی از این قبیل. خب تو که اینقدر مهربونی آقای شاه، چرا وقتی که رفتی یه عالمه زمین های مرغوب سراسر کشور به اسم بنیاد پهلوی بود که پهلوی اول رضا پالانی، رضا میرپنج از نقاط مختلف کشور هر جا سفر میکرد از یه زمینی خوشش میومد اون رو بالاخره به اسم خودش میکرد، طرف رو مجبور میکرد که به قیمت مفتی ارزونی یا به شاه ببخشه یا اینکه نه حالا به یه قیمت مفت و ارزونی به شاه بده. خود تو که اینقدر اهل کار خیر بودی که زمین های خانه ها رو گرفتی و به کشاورز ها دادی، خب دمت گرم. چرا اون زمین هایی که بابات گرفته بود، زمین های مرغوب که زیر اداره بنیاد پهلوی بود الان شده بنیاد مستضعفان و اینا، چرا اون زمین ها رو برنگردوندی به صاحباش حالا که میخواستی حق به حق دار برسه؟ حالا یه سری زمین هایی بود، زمین های کشاورزی، یک سری از زمین هایی که مال بنیاد پهلوی بود و برگردون داد به خود کشاورزا، زمین های خانه ها رو هم ازشون گرفت. یه مانور سیاسی بود. چرا که اون زمان همسایه ایران که شوروی بود و به نفع دهقان ها و کارگرها و اینها کار میکرد، خب شاه همیشه ترس داشت که نکنه قصه روز قیامت رو میخوام بگم و بحث حسابرسی، شاه همیشه ترس داشت نکنه این روزها بیان با اون تبلیغات کمونیستیشون زیر گوش کشاورزا و کارگرا به هر حال اونها رو وادار به قیام بکنن و حکومت سرنگون بشه. واسه همین خودش پیشاپیش ادای حکومت شوروی رو در آورد، چون حکومت شوروی هم همین کارو کرده بود. خودش پیشاپیش اومد آقا زمین‌های خانه‌ها رو گرفت، زمین‌های خود بنیاد پهلوی که مال خود شاه بود دست خودشون موند، اغلب اون زمین‌های مرغوب، اون زمین خوبه‌ها و یه سری زمین‌های کشاورزی که حالا دست خانه‌ها بود توی روستاهای مختلف و دهات مختلف، اونا رو از خانه‌ها گرفت و داد به کشاورزا و سند زد و زمین‌ها رو خورد خورد کرد، تیکه تیکه کرد. نتیجه چی شد آقا؟ نتیجه‌اش این شد که قیمت املاک و زمین به شدت بالا کشید در سراسر کشور. کی؟ سال 41، سال 40. کار به جایی رسیده بود که آقا اجاره خونه ها تو تهران خیلی به شدت بالا رفته بود، بدون اینکه جنگی در کشور اتفاق افتاده باشه، بدون اینکه کشور تحریم باشه. تازه کشور دیگه ببخشید سال 30-31، یعنی از 10 پیش نفت ایران هم که ملی شده بود، بدون اینکه کشور تحریم باشه، کشور داشت به آسونی و به راحتی نفت میفروخت.
بدون اینکه کشور تحریم باشه، بدون اینکه مشکلی رو کشور باشه، بدون اینکه کشور درگیر جنگ باشه، یهو قیمت املاک، قیمت زمین به شدت کشید بالا، به تبع اون اجاره خونه ها کشید بالا. توجه میکنی؟ چون دهقان ها زمین هاشون خورد خورد شده بود، زمین هاشون رو میفروختن و این خب کم کم سبب شده بود که بازار ملک و املاک تکون بخوره دیگه، قیمت ملک تو تهران به شدت بره بالا به خاطر اینکه اون ضرر از اونور رو جبران بکنه. کار به جایی رسیده بود که آقا مستاجرا دیگه میدونستن که اگه امروز و فردا نریزن تو خیابون، پس فردا دیگه صابخونه خودش اسباب و اساسی اونا رو میریزه تو خیابون. اون مردم از جان گذشته ای که سال 42 15 خرداد ریختن تو خیابون، کسانی بودن که میدونستن امروز و فردا اگه الان نریزیم، اعتراض نکنیم، صدا بلند نکنیم، فردا روزی دیگه بدبخت و بیچاره هستیم، لوازم خونمون کف خیابون ریخته، جای فراری نداریم، راه فراری نداریم. و شنیده بودن که یک سیدی، یک روحانی به اسم خمینی صدا بلند کرده، ندا بلند کرده علیه همین اقدامات و رفتارهای شاه. اون یا مرگ یا خمینی که مردم میگفتن به این معنا بود دیگه، یا مرگ دیگه، اگه به طرفداری از خمینی ما نریزیم تو خیابون، فردا روز دیگه مرگ در انتظار ما هست، پس چه بهتر همین الان به طرفداری از خمینی بریزیم توی خیابون. حتی ارمنی ها هم اومده بودن توی خیابون، حتی عرق خورها و مشروب خورهاش هم اومده بودن توی خیابون به طرفداری از آیت الله خمینی. خیلی نکته مهمیه که هیچ جای تاریخ ذکر نمی کنن. این طیب حاج رضایی که بهش میگن حر انقلاب لات مشروب خور بود، این چطور شد که طرفدار آیت الله خمینی شد؟ مگه خودش طرفدار شاه نبود؟ 28 مرداد سال 32، 10 سال قبلش، مگه به طرفداری از شاه با همکاری شعبان بیمخ نریخته بودن حکومت مصدق و سرنگون کنن؟ چطور شد بعد 10 سال یهو این طیب حاج رضایی برگشت و طرفدار آیت الله خمینی شد، حر انقلاب بعدها لقب گرفت و بعد طیب و خود حکومت شاه اعدامش کرد؟ طیب داشتن اعدام میکردن، رو سینش عکس خالکوبی شاه رضا شاه و عکس خالکوبی رضا شاه هم رو سینش بود داشتن اعدام میکردن. یعنی اینجور آدمی بود یهو طرفدار آیت الله خمینی شد؟ چرا؟ توجه میکنی؟ اوضاع 15 خرداد اینطور بود. روحانیت آگاه نگفت که آقا من که جام محکمه، آیت الله خمینی نگفت من که مستاجر نیستم، من که خونه زندگی خودمو دارم، مورد احترامم که هستم، مردم وجوهات شرعی هم که برام میارن، محترمانه و آسون و راحت بشینم اینجا و به عنوان یک روحانی مورد احترام باشم، چرا علیکی خودم درگیر سیاست بکنم؟ چرا خودم علیکی خودم درگیر مردم گرفتار و بدبخت و بیچاره بکنم؟ ما یه روزه ای بخونیم و چهار تا نصیحت اخلاقی بکنیم، مردم سر و ته قصه رو جمع بکنیم بره پی کارش، من چرا باید دخالت در سیاست بکنم؟ آدم عافیت اندیش دیگه. ولی این کار نکرد آیت الله خمینی و نتیجهش هم دیدی، 15 سال از خونه و زندگیش آواره کردن این آقا رو، تبعیدش کردن. توجه میکنی؟ تاریخ این شکلیه. حالا یک جوری دیگه تاریخو میگم به شما، من دیگه نمیدونم، من که ضامن نیستم. اصل تاریخی که اتفاق افتاد، اون ماجرای 15 خردادی که اتفاق افتاد اینطور بود، روحانیت آگاه و مردمی که آگاهانه رهبرشون رو شناختن. الان هم خب امروز روز یه سیدی هست، سید ابراهیم رئیسی، سید محرومان، اومده و داره یه فعالیت‌ها و یه کارهایی میکنه، اونم کی؟ تو این دوره، دوره‌ای که کشور یک جنگ حدوداً 7-8 ساله رو از سال حدودای 90 شروع شد تا سال 98 درگیر جنگ سوریه بودیم، هم تو این سردار سلیمانی ما رو به شهادت رسوندن. با شما ترجم نمی‌کنی قضیه چی بود؟ همین دو سه روز پیش مدافع حرم رو توی همین تهران به شهادت رسوندن، آقای صیاد خدایی. ترجم نمی‌کنین آخه به خاطر چی اسرائیل داره می‌زنه می‌کشه؟ جنگ دیگه. ولی به خلافه، چون حکومت دیگه الان باهوش شده، دیگه مثل جنگ ایران و عراق نیست که دشمن بیاد پشت مرزهای ما، شهرهای ما رو بمباران بکنه. ما جنگمون رو کیلومترها دورتر از مرز ایران داخل سوریه انجام دادیم، ولی 8 سال جنگیدیم، هزینه هم کردیم، ولی مثل جنگ ایران و عراق نشد که دیگه غافلگیر بشیم، هم هزینه توپ و موشک و جنگ و رزمنده رو بدیم، هم دشمن راحت بیاد شهرهای ما رو بمباران بکنه، به شهرهای داخل ایران حمله بکنه. همون هزینه جنگ رو دادیم، اقتصاد ما هم تحت فشار قرار گرفت، ولی دیگه کیلومترها دورتر از مرز ایران اون جنگ اتفاق افتاد. کشور 8 سال درگیر جنگ بود، تحریم هم داشتیم، مثل خرداد 42 نبود که
کشور درگیر جنگ نبود، نفتش راحت میفروخت در زمان حکومتش، و یوهو اقتصاد کشور فرو پاشیده بود، قیمت املاک کشیده بود بالا. الان ما یک جنگ رو پشت سر گذاشتیم، تحریم هم که هستیم دیگه. حالا این سید بزرگوار اومده، میخوام اینو بهشون بگم، این روحانیتی که میان آگاهانه همراهی میکنن با مردم، حالا مردم آگاهانه باید حواسشون باشه، حواسشون باشه که توی کدوم پازل قرار میگیرن، تو کدوم چارچوب قرار میگیرن. اون یا مرگ یا خمینی سال 42، الان که سال 1401، کدوم وری باید گفته بشه؟ اگه همون هوشیاری رو مردم داشته باشن، ایران از 100 تا 100 هم راحت رد میشه. نداشته باشن، ملت افغانستان رو ببین چطور گرفتار شدن، ملت‌های دیگه منطقه رو ببین. آمریکا 20 سال تو کشور افغانستان بود دیگه، اشغال کرده بود افغانستان رو. آیا زیر سایه آمریکا افغانستان پیشرفت کرد؟ نکرد دیگه. روز حسابرسی نزدیک برای همه ما، چه اون شاهش، امروز هم که سال روز رحلت آیت الله خمینی بود، چه اون خمینیش، حسابرسی نزدیک. عملهای خودمون رو درست بکنیم، هوشمندانه عمل بکنیم، با وجدان عمل بکنیم و در مقابل خدا پاسخگو باشیم، نه مثل اون شاهی که از ترس شوروی اومد ادای کمونیستا رو در آورد، زمینهای کشاورزی رو از خانها گرفت به کشاورزا داد. با این بی سیاستی قیمت املاک و مسکن سال 42 کشید بالا و یا مرگ یا خمینی شد. و الان این اتحادیه صنف املاک هست، این دقیقا سال 42 تأسیس شد در واکنش به اون گرونی بی سابقه املاک. این بنگاه های املاک که یک اتحادیه صنف دارن، این اتحادیه صنف سال 42 تأسیس شده. خیلی جالبه که همون اتحادیه هم تا کنون داره به فعالیتاش ادامه میده. بعد 15 خرداد هم تأسیس شد، شاهدید که بالاخره با یه جوری قیمت املاک کنترل بشه، دستور داد که آقا این اتحادیه املاک رو درست بکنن. حالا این املاکی هم که خدا حفظشون بکنه چقدر کمک میکنن تو کنترل قیمت مسکن گرون نکنن، آدم باید از خدا به خدا پناه ببره. قرائت میکنیم سوره نبأ و صفحه 582 تا آخرش. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا
رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.